باز هم سلام و خوش آمدین به برنامه پس از خبر. از کیفیت شفاخانه‌های دولتی تا فیس بالای شفاخانه‌های خصوصی، وضعیت صحی در کشور از مهمترین مشکلات است که کشور با آن گریبانگیر بوده است و مشکلات صحی و نبود شفاخانه‌های مدرن در کشور یکی از مشکلات اساسی مردم افغانستان بوده است که در این قسمت در سالهای اخیر دولت افغانستان دستاوردهای نیز داشت. اینکه این دستاوردها حالا از سوی وزارت صحت عامه افغانستان مورد بررسی گرفته می شود و همچنان شفاخانه‌هایی که در این قسمت ساخته شده و در قسمت وضعیت صحی افغانستان به خاطر مرفوع ساختن مشکلات مردم افغانستان در طی 13 سال اخیر در افغانستان اعمار شده و یا هم ایجاد شده است، حال گام وزارت صحت عامه افغانستان چقدر میتواند مؤثر واقع شود به این دستاوردها و همچنان شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان چقدر میتواند بعد از این گامی که وزارت صحت عامه افغانستان گرفته معیاری باشد؟ محور بحث امشب برنامه پس از خبر است، با ما باشین. باز هم خوش آمدید. میمانانم در این برنامه آقای دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه و همچنان دکتر محمد هاشم و حاج رئیس کمیته صحت اتاقهای تجارت افغانستان حضور دارند. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. میخوایم در آغاز از شما بپرسم آقای صدیقی، آیا مسدود شدن این همه شفاخانه ها که در اواخر وزارت صحت عامه این اقدام را کردن با وصف از اینکه حمایت زیادی از مردم عام را در قبال داشت، فکر میکنین که یک نوع بی‌اعتمادی مردم را بالای روند درمان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان، رهبری جدید وزارت صحت عامه خود را مکلف میدانه به این که در راستای بهبود عرضه خدمات صحی کار بکنه و با جدیت و با قاطعیت گام های لازم را برداره. در این راستا ما شروع کردیم از بهبود وضعیت شعبات عاجل شفاخانه های دولتی که برنامه 3 ماهه و موفقانه تطبیق شد و شما شاهد تغییرات قابل ملاحظه و چشمگیر بودین که شفاخانه های دولتی شعبات عاجلشان به سطح معیاری منطقه و بین‌المللی تقریبا تشخیص شده، بازسازی شده و این نشان میده که رهبری جدید وزارت صحت عامه یک با قاطعیت اول اصلاح را از سکتور دولتی شروع میکنه، بعد از اون به سکتور خصوصی هم و اما یک نکته را نباید فراموش بکنیم که رهبری جدید وزارت صحت عامه از نخستین روزهای کارش در چندین فرصتی که ما با رسانه‌ها داشتیم و در چندین صحبتی که وزیر داشتن با پرسنل طبی و با شرکای بین‌المللی، ما موضع خود را به صورت واضح اعلان کردیم که سکتور خصوصی با ما همکار است، ما از دید رقیب یا خدا نخواست دشمن با اینا نگاه نمیکنیم، بلکه خدمات را که اینا در سهمگیری با بار ارزی خدمات صحی که مسئولیت وزارت صحت عامه است به دوش میکشن، اونا را به دیدی قدر مینگریم و استقبال میکنیم. و همون دلیل است که یکی از تعهدات و همی بوده که ما بتانیم اعتبار که یک مقدار نسبت به عرضه خدماتی در داخل کشور کم رنگ شده و رنگ باخته او را دوباره احیا بکنیم و پر رنگ بسازیم، چرا از آدرس به اعتبار ساختن ظرفیت خدمات مالجوی که در کشور در آدرس دولتی خصوصی در سال اخیر پیشرفت های صورت گرفته، این موجب میشه که برای یک تعداد مریضای ما به خارج کشور. اما در عین زمان اگر ما نواقص و مشکلات که چی در سکتور دولتی و یا خصوصی وجود داره ایره هم اغماز بکنیم و فروگذاش بکنیم و او را از کنارش بگذاریم، جفا در حق مسئولیت مریض است. چقدر وزارت صحت عامه رضایت دارن از شفاخانه در کل، در مجموع همه شفاخانه ها که در افغانستان فعالیت دارن، با وصف از این که به نرم استاندارد بین المللی یا هم معیارهای صحی برابر نیستن؟ خب
قبل از همه یک نکته را قابل توضیح می‌دانم که بحث رضایت و عدم رضایت برمیگرده به این که برداشت شما نسبت به یک پدیده چگونه است. در صورتی که ما از یک کشور پسا جنگ و در حال جنگ با یک رشد اقتصادی ناچیز و با یک امکانات محدود منابع مالی توقع خدمات به سطح بین المللی را بکنیم، به سطح اروپا و امریکا را بکنیم، طب یک توقع نادرست خواهد بود. ما در حد امکانات و توان با استفاده از منابع کم مالی تغییرات بیشتر را که آورده میتونیم تلاش کردیم و تلاش میکنیم و در این راستا جدیت و موفقیت ما ثابت هم شده. خیلی ممنون آقای صدیقی. آقای وهاج، اقدام وزارت صحت عامه با وجود از اینکه استقبال گرم مردم را با خود دارد، چرا شفاخانه‌های خصوصی فکر میکنند که این اقدام در این مقطع زمانی اقدام مناسب نبوده؟ سلام با شما و بینندگان محترمتان. طوری که جناب صدیقی صاحب فرمودند، رهبری وزارت صحت عامه در قدم اول رفتن شفاخانه‌های دولتی را مشاهده کردند و بعدن به خاطر بهبود و اصلاح آنها کارهای اقدامات عملی را کردند و شعبات عاجل تجهیز ساختند. اما در مورد سکتور خصوصی کاش امی کار را میکردن. ما مخالف بررسی نیستیم، ما مخالف از این نیستیم که باید معیارات شفاخانه‌های شخصی بهتر باشه، ما مخالف از این نیستیم که استانداردها تطبیق شوه، اما امی شیوه بررسی و امی نوع رسانه ساختن این موضوع را ما مخالف هستیم. مثلا اگر وزارت صحت عامه، چرا شما از رسانه ساختن این موضوع مخالف هستیم؟ ببینین، این به خاطر عزیز که یک محیط به اعتمادی را که قبلا هم در بین چپن سفیدا و ملت ما موجود بود و فاکتورهای بسیار زیاد داخلی و خارجی داشت، ما هیچ وقت نمیگیم که سکتور صحت ما چی دولتی و چی شخصی آنقدر بد است که فعلا به اعتمادی که به وجود آمده به این اندازه نیست، اما این عمل اینمی به اعتمادی را زیاد می سازه. به طور مثال ما در امو اوائل به جناب صدیقی صاحب و دوستای دیگه در وزارت یک پیشنهاد کردیم که اگر جناب وزیر صاحب خواسته باشه موضوع حل شوه. چرا همچون بسته کردن ها یک بار در زمان جناب فاطمی صاحب امه تو شفاخانه را سرش هجوم برده شد و شفاخانه بسته شد و مزدود شد و یک چند مایمی رسانه‌ای شد و خلاص شد. باز در زمان دکتر صاحب سرایا دلیل همچون کار شد و گفت 87 شفاخانه مزدود شد و چطور شد و چی کار شد و بعد تمامشان پس دوباره با فعالیت شروع کردن. این دفعه نظر ما این بود که ما وزارت صحت عامه همین طوری که به شفاخانه‌های دولتی رفت، به شفاخانه‌های ما هم که رفته بود، ما را می‌خواست و با ما مشوره می‌کرد، نواقص ما را با ما می‌گفت و از ما می‌شنید که ما چی مشکلات داریم و در راه حل از او ما شروع به کار می‌کردیم و همه که راه حل شده بود یک نتیجه رسیده بودیم. بعداً اگر او را اعلان می‌کردن، مثل که مثلا شعبات عاجل شفاخانه‌های دولتی را وقتی که تجهیز کردن و وسایل نصب کردن و رسانه آرام خواستن، یک دلخوشی به مردم هم پیدا شد، یک اعتماد هم پیدا شد. آقای صدیقی، آقای وهاج میگن که وزارت صحت عامه قبل از این که این اقدام را داشته باشن با رؤسای شفاخانه‌های خصوصی نشستی نداشتن یا با اونا این موضوع را در جریان نگذاشته بودن. آیا چیزی که آقای وهاج میگن دقیق است؟ و اگر باشد چرا وزارت صحت عامه قبل از این اقدام با رؤسای شفاخانه ها ملاقاتی نداشت یا از قبل با ایشان مشوره هایی نداشت؟ با کمال معذرت از آقای وهاج که این حرفشان صحت نداره، رهبری جدید وزارت صحت عامه اولویت های کاری خودش شناسایی کرده، بارها با رسانه ها و با نماینده های مردم در پارلمان در نخستین روز کاریشان که به خاطر رأی گرفتن رأی اعتماد به اونجا تشریف برده بودن و ایسا عنوان کردن و یکی از اولویت های کاریشان امی بود که ما طبابت مالیجوی را و سکتور شفاخانه ای را میخواییم اصلاح بکنیم، هم در دولتی و هم در خصوصی. و از تمام شکایت هایی که از آدرس عرضی خدمات
وجود داشت در خدمات شفاخانه ای نماینده های مردم در پارلمان انگوش گذاشتن و با صراحت او را گفتن و حساب یادداشت کرد و قبلا هم حساب برداشت را داشت و اقدام کرد و ناگفته نمانه که در هفته دوم یا سوم کاریشان شخصا ما به همراهشان موجود بودم، نماینده انجمن رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی با جمع تقریبا 25-30 نفر و جمع از رؤسای مربوط وزارت عامه با دو مشاور وزیر صاحب که دکتر صاحب هدایت الله استانگزی و ما خواجه قمرالدین صدیقی موجود بودیم با شخص وزیر صاحب تقریبا 1.5 یا 2 ساعت با اینا ما داخل صحبت شدیم. تماما پالیسی های خود، موقف خود، دیدگاه خود وزیر صاحب دوجه عنوان کرد. در نخست از کارهای مثبت و خوبی که انجام میتن تشکری کرد و بهشان گفت که باید در کدام قسمت ها شما بهبود برین، اصلاح کنین. ما اینا رو بهشان شخصا رو در رو صحبت کردیم و خیلی خوب آقای صدیقی. یک موضوع دیگه که خیلی نگران کننده است، موضوع این که پس از اقدامی که وزارت صحت آمد داشت در قبال این شفاخانه ها و مسدود کردن این شفاخانه، گفته هم می شود که بعضی از شفاخانه ها توسط زورمندان دوباره با وصف مسدود شدنشان از طرف وزارت صحت آمد دوباره به فعالیت آغاز کردن، کار میکنن. چی فکر میکنین که این کار وزارت صحت آمد چقدر جنبه ظاهری داشته و چقدر میتونه با اراده که وزارت صحت آمد آغاز به چنین کار کرده تا اخیر مستحکم پیش برن؟ اولی که ما به شما اطمینان میتونم که برنامه‌ای را که جناب وزیر صاحب صحت آمد دکتر فیروز روی دست گرفته با تمام جدیت و قاطعیت ایره پیگیری میکنه و تابع هیچ نوع فشار که به اصطلاح از آدرس‌های زورمندان یا سیاسی باشه یا باشه نمیشه. آقای صدیقی، این گزارش که شما میگین که شفاخانه ها دوباره خود سرانه باز کردن، ما با این جدی برخورد میکنیم. اگر چنین کاری صورت گرفته باشه با اینا ما شخصا و از آدرس وزارت صحت عامه رسمی با اینا وارد. خیلی ممنون آقای وهاج. به خاطر بیرون رفت از مشکلات موجوده پزشکی در افغانستان و به خاطر مسدود نشدن شفاخانه های خصوصی از بیشتر، چه برنامه های شما که نمایندگی از شفاخانه خصوصی میکنین روی دست خواهم داشت؟ ببینین، ما سکتور خصوصی در افغانستان طوری که ما در همین 13 سال همیشه گفتیم خود رو و خود جوش بوده، هیچ نوع همکاری و حمایت از طرف دولت مردان نشده، بلکه همیشه به نامهای گوناگون اینا را مقصر و مجرم دانستن. ببینین، شفاخانه‌ای که همسایه های ما هستند، در مقابل چشمای ما و شما شفاخانه رحمان و نارتویست و اینا جور شد، دولت برشان زمین داده، قرضه های طویل مدت داده، از تکس و ماسول و از اینا معاف هستن. ای فکر میکنین که دولت مکلفیت داره که به خاطر ایجاد شفاخانه های خصوصی باید زمین و ملکیت ثابت برشان بده؟ وقتی که دولت برای دیگر فابریکه ها، بر دیگر کس ها زمین میده، از مالیه معافشان میکنه، به میلیون ها دلار همکاری قرضه برشان میده، آیا یک سکتور خصوصی گناهگار است که باید برش هیچ چیز داده نشه؟ سکتور صحت یک سکتوری است که از والی گرفته تا جوالی مجبور است و محتاج است و باید یکسان تداوی شود. مثلا امیال ما شما ببینیم پارکای صنعتی را میبینیم، زمینایی که برای باغات داده شده، زمینایی که برای بلند منزل های فابریکا های مافیای زمین داده شده، اما سکتور صحت آیا یک بل زمین هم برشان داده شده؟ ما همکاری جدی وزارت صحت عامه را دهی میخواییم. ببینین، وزارت صحت عامه ما از خود محدودیت هایی دارد. بودجه وزارت صحت عامه ایجاب زیر نمی کنه که یک سلسله معاینات و عملیات ها و پروژه های پیشرفته را انجام بده، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگه هم. اینال این سکتور خصوصی است که میاید در میدان و با حمایت و سپورت خود دولت. در ضمن ما که گفتیم که مخالف امیروند هستیم، ببینین آیت گزارش دهی که به شفاخانه ها آمده بودن، مشکل ای است که امی گزارش هایی که نوشته کردن تقریبا 60 یا 70 درصدش غلط است. امی گزارش هایی که به جناب من میشناسم، جناب وزیر صاحب و از قبلا هم میشناسم، میشه دوست ما هم است و همیشه ما او را حمایت کردیم و میالم حمایت میکنم و همیشه کارهای از ایره ما قبول کردیم، اما گزارش هایی که به جناب وزیر صاحب داده شده در باز، مثلا در یکی از شفاخانه ها آیاتی که رفتن، من یک مثال براتون بگم. فکر میکنین که همه شکوه های شفاخانه خصوصی تقریبا یکسان است؟ فکر میکنین
که با همه شکوه هایی که شما دارین از وزارت صحت افغانستان و همچنان از عدم حمایت حکومت در قسمت سکتورهای خصوصی بالخصوص شفاخانه‌های خصوصی، آیا این به این معنا است که شما باید معیاری برخورد نکنین در قسمت صحت در افغانستان؟ نه، ما معیاری برخورد میکنیم، اما معیارات اگر داریم اونا را چشم پوشی نکنن. مثلا در یکی از شفاخانه گفته که پارکینگ نداری، بلکه برای 30 متر پارکینگ داره. گفتن که مثلا اتاق تبدیلی لباس نداره بلکه داره. خیلی ممنون. گفته که آقای صدیقی در پاسخ به آقای واحد شما چی گفتن؟ بسیار خوب. نخست از همه در این قسمت میخوایم روشنی بندازم که وزارت صحت عامه چی در حال چی در گذشته قوی از سکتور خصوصی حمایت کرده، در آدرس ازی که اینا را به طرف معیاری هرچه بهتر معیاری شدن و بالا بردن کیفیت خدماتشان کمک کرده. یک نمونه ازم به شما یاد میکنم که وزارت صحت عامه در تفاهم با ایالات، با بخش اداره کمک های مالی ایالات مردم امریکا که USAID میگنش، از او آدرس ما برای اینا یک بودجه هنگفته تانستیم که اختصاص بدیم که از او بودجه تانستن یا صاحب انجمن شوند و چندین مؤسسه دونر دیگر ما کمک کردیم که پول خود به خاطر ارتقای ظرفیت و معیارشدن خدمات سکتور خصوصی هزینه بکنن. به نام فیوچر گروپ هم یک اینجوس دمیر راستا کار میکنه، بر بخش های مختلف از اینا رهنمود ها ساخته، با اینا رفته ورکشاپ ها دایر کرده، بر اینا زمینه سفر به خارج مساعد کرده، برای انجمنشان دفتر گرفته، پول داده، برشان ورکشاپ ها را مساعد کرده، مشاورین خارجی و داخلی را برای اینا استخدام کرده که اینا روز به روز با رهنمود ها آشنا شوند، معیارات خود خوب کنند، خود اصلاح بکنند. اما با تاسف اینا در پالی ازی که یک مقدار پول خود هزینه بکنن به خاطر بلند بردن کیفیت خدماتشان، بیشترین پول به اعلانات میتن و ما شاید ما نمیخوایم بس شخصی شوه. شفاخانه ما شاهد بودیم که در این اوایل که ما کار شروع کردیم 24 ساعت تلویزیون از خدمات 24 ساعته سر صدا میکرد، ولی که ما رفتیم شفاخانهش بسته بود و ارزی خدمات داشت. ما بهشون فرصت دادیم. دیگر هم که مطرح میشه او هم وارد کردن دواهای بی کیفیت است. بگذاریم که امی بس را ما به تا آخر برسانم. بعد از او ما وقتی که با اینا با نماینده هایشان با انجمن شفاخانه خصوصی صحبت داشتیم، ما صحبت را که در تالار ساعت شفاخانه ساعت تفرین درگاندی داشتیم با اینا، ما پالیسی های خود روشن عنوان کردیم. ما گفتیم که از مشکلات سکتور خصوصی هم مواقف هستیم، مثلا از اینا مالیه گزاف گرفته میشه، برق از اینا با قیمتی است که نباید باشه، ساختمان هایی که اینا استفاده میکنن یک تاشون کرایه گزاف دارن، کرایه از اینا باید کم شوه. ما بر اینا گفتیم که زمین بر شما داده میشه. چه کارهایی به خاطر حل این مشکلات بر سکتور خصوصی روی دست خواهد شد؟ گفتیم اقدامات زیاد روی دست گرفتیم. ما در تفاهم با ادارات زیرآب میخواهیم که فشارهای اقتصادی رو بالای شبخانه ها کم بسازیم تا بتونن که قیمت خدمات پایین بیاد، تا بتونن یا پول اضافی پیدا بکنن که به طرف معیاری شدن و سرمایه‌گذاری در تجهیزات از او استفاده کنن. حتی بحث دادن زمینه ما با انجمن از اینا در اون مجلسی که دشخانی سطفل داشتیم با وزیر دوجه شخصا با اینا صحبت کردن، ما گفتیم شما بیاین چند شفاخانه یک جا شوین، امکانات مالی تون یک با هم یک جا بکنین، بر شما دولت زمینه از اینکه یک زمین در اختیارتون قرار بده را مساعد میکنه و شما بتونین در صورت خدمات متفاوت تر از شفاخانه های دولتی را و خدمات را که به خاطر از اون مردم بیچاره ما به خارج سرگردان هستن او را یقینی بسازین، بعد ما با شما هم به حساب بسته های مشوق مالی را به شمول دادن زمین در اختیارتون قرار میدیم. پس ما به تفاوت نیستیم، میخوایم که همزمان که اینا را کمک کنیم، تشویق بکنیم، چنانچه از مدد صحبت‌های خود در چندین فرصت‌های رسانه‌ای از بعض شفاخانه‌هایی که خدمات خوب انجام میتن و تجهیزات خوب دارن و قدردانی یاد کردیم، ولی در عین زمان این نباید مانع از این شود که ما بریم از جایی که مشکلات وجود داره و در جایی که نواقص و کمبودی وجود داره و هموطنان عزیز ما صحتشان که حیات انسان بسیار برای ما محترم است، برای ما شما خدا نخواسته در مرض خطر باشه و از اون ما فروگذاشت کنیم. ما مکلف هستیم که ما در این موارد جدی برخورد بکنیم. خیلی ممنون. آقای وهاج، یک موضوع دیگر که یکی از مشکلات مهم دیگر است در راستای کیفیت خدمات در افغانستان، مردم کشور به این عقیده هستند که در شفاخانه خصوصی از امکاناتی که در تبلیغات رسانه‌ای آن را مشاهده می کنند حضوراً وقتی که در شفاخانه میرن، یعنی خبر نیست از همچو وسایل و همچنان تجهیزات و همچنان از بهداشت خوبی که در شفاخانه باید وجود داشته باشه،
خبر نیست. فیس های خیلی گزاف گرفته میشه، متخصصین ورزیده در شفاخانه ها وجود ندارن. در پاسخ به این شما چی میگین؟ در مورد اعلانات شفاخانه ها، ما در تفاهم با وزارت صحت عامه یک لایحه جور کردیم که در اون لایحه ای آمده که هر شفاخانه ای که میخواد اعلانات خود از طریق رسانه ها نشر کنه، باید کلیپ خود، کلیپ، ماشینالات، جواز ماشینالات و جواز کارکنای خود در اونجا حاضر کنه و بعد از اون وزارت صحت عامه برشان یک مکتوب میده که بله شما میتونین اینمی موضوع را نشر کنین. من شخصا چند اعلانی که دادیم امی کار کردیم، اما چرا امی وزارت صحت عامه اجازه داده تا امروز که همچون شفاخانه ها امی تو اعلانات که حتی از سی دی گرفتن، قبول دارم، از روی رکلام های مجلات گرفتن، از روی کتلاک های، حتی امیال اگر در شهر کابل برین در بعضی از ماینخانه ها یا شفاخانه ها عکس های ماشینالات نصب است که اصلا موجود نیست. ایره جلو ما، اگر وزارت صحت عامه بیایه و بگه که من اینی را مانیش میشم، ما بالکل قبول داریم. من مخالفت چی را دارم؟ مخالفتی دارم که اگر یک چیز در یک شفاخانه موجود است، یک امکان در شفاخانه موجود است و گزارش داده شود که امی موجود نیست. من پیشتر یک مثال براتون میدادم، یکی از شفاخانه به خاطر بسته شده گفتن دکتر جراح نداره، در حالی که مالک از شفاخانه متخصص جراحی بود و این با عیت از یک ساعت یا نیم ساعتی که بود یک جا بود. گزارش هایی که داده شده یعنی مبنی بر حقیقت درست است، کمی و کاستی هاست. اما آقای بها، شما همچنان شفخانه شخصی دارین، نمایندگی از شفخانه شخصی میکنین و خودتان هم شفخانه شخصی دارین، انتقادات در مورد شفخانه شما هم وجود دارد که فیس بلند میگیرین و همچنان دواهای اضافی به مریضان میدین و تجهیزات بهتر عملیات ندارین و همچنان متخصصین ورزیده ندارین. خب حال به خاطر بیرون رفت از این انتقادات، شما چی برنامه روی دست دارین؟ ما ببینین تجهیزات ما را میتونن مشاهده کنن، متخصصینی که جواز از ریاست قوانین صحی بررسی کشور دارن و هر کدامشان 6 سال و 7 سال تجربه کاری دارن موجود است. اگر امی جوازا را نشان بدیم، امی اسناد را نشان بدیم و بازم قبول نکنیم، بله ما بازم کوشش میکنیم که هرچی بهتر و بهتر شویم. از خب خیلی وقت کم داریم آقای واد. آقای صدیقی، چون وقت ما تمام است، فقط میخواستم در چند کلمه اگر خلاصه کنین، نگرانی های غیر استاندارد بودن شفاخانه ها در افغانستان خیلی به اوج خود رسیده و مردم هم نگران هستند. به خاطر رفع همین نگرانی های مردم که دیگر بر کشورهای مثل هندوستان و پاکستان و ایران و ممالک دیگر به خاطر تداوی نرن، چه برنامه های شما روی دست دارین و به خاطر معیاری شدن شفاخانه باید چه کارهایی میکنین؟ خب دستت که فرصت کافی باشه به تمام از این پلان هایی که رهبری جدید وزارت صحت عامه داره به تفصیل خواهیم پرداخت، اما میخواهیم دو نقطه را چون فرصت کم است کوتاه اشاره بکنیم. یکی که نباید ما دست کم بگیریم شفاخانه های دولتی و خصوصی، خوده که البته شفاخانه های خصوصی را که خدمات خوب و معیاری انجام میدن هستن، شفاخانه هایی که ما از خدماتشان قدر میکنیم و هم سکتور دولتی و هم سکتور شخصی به تناسب 10 سال گذشته امروز یک تعداد زیاد از خدمات را ارائه میکنند به مردم ما که دیگه به خاطر رفتن به خارج نیاز نیست. ما همین بحران بی‌اعتمادی رو باید از بین بریم و بخش رسانه را ما جدی میگیریم و مسئله نبود یک جرا مشکل نیست. او شبخانه چندین مشکل دیگه داشت، اینا مشکلات کلان خود میگن با یک نقطه که با نفشون است و رنمان میکنن، از ها مشکل دیگه خودش پوشی میکنن، باید که منصفانه برخورد بکنن. خیلی ممنون آقای صدیقی، چون وقت برنامه ما تمام است، از شما میهمانان عزیز خیلی تشکر داریم. و این است که وقت ما تمام است آقای واج، خیلی ممنون، تشکر میکنم که در برنامه ما حضور یافتید. تشکر. بیننده های عزیز، این بود برنامه پس از خبر. از حضور شما هم خیلی ممنون. شب خوش، خدا نگهدار.